به برنامه نانگال سرخ خوش اومدید، مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای انگلیسی و فارسی روی کانال جدید پخش میشه. سلام به همگی، من مریم نمازی هم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با حقوق ایپ یا بوزینه های کبیر صحبت میکنیم. مصاحبه ای داریم با کالین گولدنر، سازمانده حقوق حیوانات. در ضمن در رابطه با دو زن مراکشی صحبت خواهیم کرد که به خاطر لباسشون به عنوان بی حیا شمرده شدن و دارن دادگاهی میشن. در ضمن در رابطه با کیس یوسف محمد علی در کردستان عراق که به خاطر انتقاد از اسلام داره دادگاهی میشم صحبت خواهیم کرد. همچنین در رابطه با آقایی که در کردستان جان صدها زن رو از داعش نجات داده صحبت میکنیم و در قسمت بعدی برنامه در به سوالات شما پاسخ میدیم. و در آخر خب به خاطر رمضان در رابطه با رمضان و تنفروشی صحبت خواهیم کرد و یک کشیشی که دوباره مثل همیشه نگران اپیلاسیسیون زناست. با ما باشید. خانواده کپی کبیر شامل شامپانزه ها، بونوبوها، گوریل ها و اورانگوتان ها نزدیکترین فامیل ما در دنیای موجودات هستند. آنها دارای هوش و منطق، خودآگاهی و یک سلسله احساسات انسانی مشترک با ما می باشند. دوره های زندگی آنها شبیه انسان هاست. آنها دارای روابط خانوادگی بلند مدت و برای طول تمام زندگی خود می باشند. به گفته ریچارد دوکینز، ما می پذیریم که مانند کپی کبیر هستیم، ولی هیچگاه نمی پذیریم که خود ما کپی کبیر هستیم. پروژه کپی کبیر خواهان به رسمیت شناختن بیانیه حقوق پایه‌ای کپی کبیر از جانب سازمان ملل می باشد. وقتی در رابطه با حقوق حیوانات صحبت میکنیم و به خصوص این گروه از حیواناتی که خیلی نزدیکن به ما، بعضی میگن خب واقعا انقدر وضعیت مردم انسان ها بده، حالا نگران حیوانا نباید باشیم. ولی یه واقعیت اینه که این دوتا به هم وصلن. هر چقدر ما بیشتر احترام بذاریم به حیوانات، به انسان هم احترام بیشتری میذاریم، چون خودمون هم یه نوع حیوانیم. دقیقاً یه مشکلی که هست این که تعریف انسان به خصوص دوران مدرن کاملاً از حیوان جدا شده. حیوان چیزی مخالف و در ضدیت با انسان تعریف شده. حیوان، وحشی، درنده خو، همه این صحبت‌هایی که می‌کنن در واقع جدایی انسان از حیوان رو داره تعریف می‌کنه. انسان رو یه طوری تعریف می‌کنه که ربطی نداره و به عنوان یک تجسمی به وجود آورده که غیر انسانیه در واقع. و این مشکل بزرگیه، به خاطر اینکه وقت اجازه میده این تعریف که حقوق حیوانات کاملا زیر پا گذاشته بشه و خود انسان کامل نیست با این تعریف، بعد کامل کردن این قضیه فکر کنم میشه تعریف متفاوتی رو داد. یه بخشی که یه دلیل هم که به نظرم خیلی سخته که یعنی یه نیاز این که حیوانات رو جدا از خودمون ببینیم و اینکه حتی کمتر از خودمون ببینیم، انسان رو برتر بدونیم، اینه که به نظرم اگر اونوری باشه خیلی نگران کننده است، به خاطر اینکه یعنی همه انسان‌ها یه نقشی دارن توی اذیت و آزار حیوانات، از خوردن حیوانات تا پوشش پوست حیوانات تا نوعی که ما از حیوانات استفاده می‌کنیم. دقیقاً، و همین مشکله باز تعریف این قضیه و اینکه انسان خودش جزء موجودات زنده است و تعریف انسان و وجود انسان کامل میشه و این میتونه جذب بشه در درون انسان و یک دنیای بهتری رو میشه به وجود آورد. الان بریم مصاحبه‌ای که اخیراً با کالین گولدنر انجام دادن رو با هم ببینیم. واقعاً خیلی انسانی در رابطه با نیاز احترام به میمونای کبیر یا کپی نیاز به احترام، به اینکه حق زندگی داشته باشن، حق اینکه شکنجه نشن، حق اینکه آزاد باشن. چرا این حق و حقوق مهمه؟ و در رابطه باقی وحش هم حرفای خیلی جالبی میزنه. با ما باشید.
Welcome, Colin Goldner, to our program. I wanted to ask you about your project trying to get legal rights for great apes. Can you explain that, please? Yes. Great apes, we're talking about gorillas, orangutans, chimpanzees, and bonobos, who at this current situation just have the legal status of objects that can be owned or possessed or traded or virtually used the way their owners like. They also can be mistreated, they can be abused, for instance, used on display in zoos or for entertainment purposes in circuses. They can also be abused for biomedical research. They can be hunted for bushmeat and so forth. And we are asking to grant them legal rights on the ground of their close genetic similarity to humans. Basically, great apes are just humans with a bit more fur, a bit more hair on their body, but they do have the same intellectual cognitive capacities, the same emotional capacities and abilities, the same communication techniques and capacities, just on a bit more retarded level. So they are virtually just like we are ourselves. So it is absolutely morally to be discarded to withhold those legal rights from them. In your talk, you talked about how they need to have the right to life, to liberty, not to be tortured. Yes. Explain those fundamental rights that they deserve and why. Yeah. So we are asking to grant them legal rights, which actually are three legal rights, basic rights only. The right to live, the right to individual liberty, and the right to be free from torture, which means they are entitled for physical and emotional intactness, for inviolability of physical and mental health. So those are basic rights every human being is entitled, and why should we stop with our own species and withhold those rights from our closest relatives in the so-called animal kingdom? It's just morally wrong to withhold those rights from them. Can you explain more on how, I mean, for some people it might seem strange, how can animals have more rights than humans? Can you explain more on why it's such a necessity, especially when it comes to great apes? Because there is no reasonable ground to withhold those rights from them. This is the very basic argument. They are entitled to the rights every human being enjoys. Why to withhold those rights from them? And if anyone argues they just are not entitled to have those rights, he or she should argue for this position. So we argue if we give those rights to every human being enjoys the right of inviolability of physical and mental health, of individual freedom. Why not the great apes? What's the difference they have? What do they have we don't have, and vice versa? Traditionally, we have a distinction between humans on one side and all animals on the other side. The great apes, they are just on the very top of the so-called animal kingdom. So they are so close to us that if we open the door to them, then the door will be open to all the other animals as well. And if we fence them off, if they are on the other side, all the other animals are on the other side with them. So if we could have a chance to make this borderline permeable, this would be of benefit not just for the great apes, but for all the other animals being used and abused in horrific conditions, in circuses, in zoos, but also in the industrial mass production of meat. It would be of benefit for all of them. You talked about how human beings don't necessarily want to be seen to have the same rights as apes, because some will say it diminishes the human being's standards, yeah. Status. So many people regard it as downgrading man if we would grant great apes or any other animal similar rights or parts of the rights every human being enjoys. And it's true,
if we grant those rights to non-human animals, then man, humans, would definitely lose their position as summit of creation. They think to be entitled to, because religions of all kind make man, make humans think they are the summit of creation, being created in God's own image, so to speak. And they would even regard it as blasphemy if you would grant the great apes some rights so far only humans enjoy. They would say, well, if we give great apes rights that would uplift them to the position of humans, and man, at least in Christian belief systems, think they are created in the image of God. I don't know if this is true in Islam belief system as well, but I assume it is. And if we give the apes now similar rights as humans, then in turn we would argue that maybe even God the Creator would have the face of a gorilla or of an orangutan, and this is regarded to be blasphemy. To me it's not, to me it's the contrary. I think it's very uplifting to me to think I'm part of an evolutionary process, linking myself with all the other animals and all the other creation in this world. And if at all a God created me in his image, then I wouldn't mind at all if this God would have the wonderfully gentle face of a gorilla mother or of an orangutan mother. I think there's no more motherly creature in this whole world than an orangutan mother with a small baby. I would feel very comforted and safe if my divine mother or my creator would have the face of an orangutan. You talk about zoos being like cages where, you know, the great apes are detained, you know, under human custody. Do you think people shouldn't go to zoos then? And if not, what other ways can they learn to love animals, really? Well, it's always said that zoos contribute towards a kind of education. The children go there and they learn kind of love and respect for animals. They encounter exotic animals they wouldn't see otherwise. But if they go to the zoo, the very contrary is happening. What they see in the zoo behind iron bars and armor glass windows is not the wild animals they think they encounter, but they only see tragedies. They see parodies or cynically imprisoned animals who are just a carbon copy, a bad carbon copy of their wild conspecifics. You see polar bears pacing up and down constantly, or elephants weaving their trunks back and forwards, or tigers or leopards moving up and down behind their iron bars, or great apes eating their own fingers or pulling off their hair or masturbating constantly, means showing behavior they would never show in the wild. So caged animals in the zoos are in most instances psychologically very sick. They have to be treated constantly with psychopharmacological drugs. They have to receive Valium benzodiazepines or neuroleptics to stand the condition in the zoos without dying or without killing each other. So a zoo is a madhouse. Zoo drives animals crazy. Plus, they lose all the capacities and abilities to survive in the wild. You cannot retransfer them to a natural habitats. They stay in the zoo for lifetime on life sentence. They haven't committed any crime and they are committed to or judged to a life sentence. So a zoo is a horrific place, and it's not a place children learn anything about the animals. And they don't learn respect for the animals. On the contrary, so if you go to a zoo nowadays, the children go there and they bang against the windows and they make fun of the animals, they throw stuff on the animals, they throw their chewing gum in and they're
And they think it's very funny if the animal then stamps on the chewing gum and so forth. So it's just a horrific place. Children do not learn love and respect for the animal, but the contrary. If I want to teach children love and respect for nature, for animals, then why not go in the forest and teach them or show them the wonderful nature we have in our surrounding? So if you go to a zoo and you look at exotic animals coming from far away from Southeast Asia or coming from Africa, in our regions the climate is not okay for those animals. It's either too warm for polar bears, for instance, or way too cold for animals coming from the rainforest belts. So they have to stay indoors in very, very tight and cramped concrete cages where they lose everything that makes up their life. So they're depressed, they're sick, it's just wrong. It's morally wrong to imprison wild animals. Thank you. Okay. دو خانم جوون آرایشگر که تو مراکش تو شهر اقادیر داشتن از بازار رد می شدن که برن سر کار. بازاریا چند نفر از بازاریا دورشون رو گرفتن و بی حیا اعلامش کردن و پلیس هم که اومده به جای اینکه بازاریا رو بازداشت کنه برای تهدید به این زنا رو بازداشت کرده. خیلی جالبه به خاطر که اینا دامن پوشیده بودن و پلیس هر وقت وارد قضیه میشه به جایی که از حقوق زنان دفاع کنه اومده از در واقع دستگیرشون کرده. و همین اتفاق هم توی مصر افتاده. یه خانمی که بلی دنسینگ میکنه و رقص عربی میکنه با یه ویدیو درست کرده با پارتنرش و همکارش و دولت گرفته اینا رو یک سال داره زندانشون کرده به خاطر این کارو دارن. چیزی که تو مراکش حداقل مطرحه اینه که تو اون شهر هیچ وقت این بی سابقه است چنین مثلا حمله به یه نوعی علیه زنان. و خب مدافعین حقوق زن و اینا اومدن گفتن که اولا همه حق نوع پوششی که میخوان داشته باشن حقشونه و نزدیک 25,000 نفر تومار امضا کردن و تظاهرات های متفاوتی بوده. یعنی بالاخره این یه چالش واقعی هست که وجود داره. این بی سابقیه، این نشون میده که خب جریانات ارتجاعی تو تمام جوامع سعی میکنن جامعه رو کنترل کنن و پلیس همیشه اینا چیز پشتیبانی میکنه، ولی مقاومتی رو که مردم دارن میکنن و تظاهراتی که شده به نظر من خیلی جالبه و نشون میده که جامعه حاضر نیست در مقابل اینا سرشون رو خم کنه. 100%. یعنی اگر نگاه کنیم امکان داره که بین 1 ماه و 2 سال این دو زن زندانی بشن و خب باید نگاه کنیم و توجهمون رو به این به دادگاهیشون توجه داشته باشیم که مطمئن باشیم چنین اتفاقی نیفته. کشیشی که به اسم جان پایپر یه سایتی داره به اسم انتظار از خدا و ایشون گفتن که اپیلاسیسیون زن ها، من مثل که با این کلمه مشکل دارم، اپیلاسیون، من با خود اون کشیشم مشکل زیاد دارم، ولی گفته که اپیلاسیسیون زن ها باعث میشه که کار خدا رو به کار خوب خدا بالاخره آدم دخالت کنه و نباید چنین کاری رو انجام بده. این طراحی خدا، دیزاین خدا. و خیلی جالبه ایشون از کجا میدونه که طرح خدا چی بوده که در رابطه با موهای بدن آدم هم که طرح خدا اینطوری بوده، فکر کنم یه خط مستقیم داره. و خیلی جالبه ایشون تمام اینا هم همش توجهشون به چیز موهای بدن آدمه، کنترل موهای بدن آدم. حالا خودش هم ریشش رو تراشونده، موهاش رو کوتاه کرده، چرا همش برمیگرده به کنترل بدن زن؟ و خیلی جالبه. ولی اینه که مشکلی رو که چیز داره که اینا دارن فکر کنم با روابط خودشه، وقتی سعی میکنه اینو به آدمهای دیگه و به اسم خدا به مردم دیگه بچپونه. ولی خب یه واقعیت اینه که ایشون نگران دخالت به کار خداست و میگه کار خدا خیلی خوبه، نباید دخالت کرد. خب خود این کشیشه یه اشتباه خداست اگر خدا وجود داشت. پس معلومه که کار خدا خیلی کار جالبی نیست. بی اشتباه هم نیست، نه؟ نه.
یک مرد جوان به نام یوسف محمد علی از کردستان عراق تماس گرفته و گفته که داره دادگاهی میشه به خاطر انتقاد از اسلام. ایشون قبلا یک خیلی مذهبی بوده، قوانین شریعه رو درس میخونده و خیلی به طور جدی دنبال میکرده که بعد به این نتیجه رسیده که خیلی از این چیزا واقعی نیست و رفته توی یکی از کلاساش در رابطه با تئوری بیگ بنگ صحبت کرده. یعنی نمیدونم فارسیش چی میشه، انفجار بزرگ، انفجار اولیه. دقیقاً و به خاطر این تهدید شده و خب مثل همیشه به جای اینکه برن کسی که تهدید کرده رو بگیرن، رفتن کی رو گرفتن؟ کسی که این وسط مورد تهدید قرار گرفته. و خیلی جالبه این توی کردستان عراق داره میفته و دولت خودمختار محلی کردستان دست به این کار داره میزنه و جنبش سکولاریستی و آزادی خواهی تو کردستان عراق خیلی قویه و باید اجازه نده که این کار بکنه. حتما یه همین سه شنبه یا 13 جولای قراره، دوشنبه 13 جولای قراره دادگاهش باشه و خیلی مهمه که اعتراض همه به این قضیه اعتراض کنن. خوبه که به این کمپین در دفاع از این آقای یوسف محمد علی فکر کنم همه بینندگان ما بپیوندن و اعتراض بکنن قضیه و لازم نیست که دولت کردستان عراق اجازه بده این سیاست ها، این سنت ها جا بیفته اونجا و باید به این قضیه اعتراض کرد. لحظه زندگی این هفتم واقعا این عکس واقعا دردناک و تکان دهنده است. مادر، یک مادری که عکسی بلند کرده که شما الان روی صحنه میبینین و میگه که سعید من کجاست، و این در رابطه با پسرش سعید زینالی که 16 سال الان بعد از اعتراضات 18 تیر ناپدید شده و این مادر نمیدونه این پسر عزیزش کجاست. 16 سال پیش این اتفاق و در واقع سرکوب بزرگی از دانشجویان ایران اتفاق افتاد، جنایات زیادی شد، خاطره این فراموش نمیشه و هستن مقدار خیلی زیادی از مادرها هستن که هم داغدار هستن به خاطر اون دوران، همین که نمیدونن بچه هاشون کجاست. این عکس یک لحظه ای رو از زندگی خیلی ها رو تو جامعه ایران، یه داغ خیلی بزرگی رو تو جامعه ایران داره نشون میده و جمهوری اسلامی و سران حکومت باید پاسخگو باشن به این مسئله و توضیح بدن سعید و سعیدها چه اتفاقی سرشون افتاد، حداقل به مادرش بگن که چه بلایی سر سعید افتاده. و این خیلی این لحظه ایه که جامعه ایران منتظرشه و فکر کنم همدردی خیلی زیادی با مادر سعید میکنه و ما احساس مادر سعید رو کاملا میفهمیم. امروز می‌خواستیم در رابطه با یک قهرمان صحبت کنیم به اسم خلیل الداخی، وکیل که در سنجار زندگی می‌کنه و بعد از حمله داعش به سنجار ایشون رفته خونه به خونه و اسم تمام دختران و زنانی که روبوده شدن رو لیست کرده و دیده که 3000 تا دختر و زن روبوده شدن از سوی داعش و الان کارش اینه، کار زندگیش اینه که این دخترها رو نجات بده و تا به حال بیشتر از 500 زن و دختر رو نجات داده. خیلی جالبه، این زنها و دختران جوانی بودن که داعش روبوده و برده توی سرزمین‌های تحت کنترل خودش، اکثرشون الان اونجا هستن به عنوان برده و کنیز خرید و فروش میشن و ایشون تمام وطای کانتاکت‌ها و شبکه‌ای رو که داره تمام خودش تک تک و همه رو شناسایی کرده، لیست کرده و در واقع با خطر خیلی بزرگی رفته همینا رو جمع کرده و داره اینا رو همه رو دونه دونه تلاش میکنه که نجات بده. چه چیزی بهتر از این واقعا زیباتر از چیزی که میگه. خب منطقه خیلی بزرگه، میگه که بزرگتر از بریتانیاست و اینکه خب خیلی کسایی هستن که تو خود سرزمین خود داعش که دارن همکاری میکنن و دخترها رو پیدا میکنن، زنها رو پیدا میکنن، ارتباط باشون برقرار میکنن و همه مثلا نوع
بازداشتشون رو پیدا میکنن که یه راهی برای نجاتشون پیدا بشه. تو مسابقه که با برنامه تلویزیونی چنل 4 توی انگلیس کرده گفته که این الان با وجود این شبکه نشون میده که داعش خیلی شکننده است و در این حال هر کس که فکر میکنه میتونه بره داعش چیز بکنه بیاد با این زنها صحبت کنه ببینه که وضعیت زنها تحت داعش چطوریه. ایشون یه قهرمان خیلی بزرگیه واقعا. بعدش میگفت که توی اون منطقه زنها باید سه تا حجاب جلوی نقاب جلوی چشاشون داشته باشن و اگر سفیدی چشمشون هم معلوم بشه میتونن زندانی بشن. واقعا قهرمان بزرگیه. خب مثل همیشه به خاطر اینکه رمضانه ما در همبستگی با روزه‌خواران همبستگی خودمون رو نشون میدیم و در ضمن یه بخشی روی این موضوع منعکس میکنیم، یعنی تمرکز میکنیم و یکی اینه که خیلی جالبه کسایی که برای مذاکرات هسته‌ای میرن وین الان مثل که یکی از مسئولین یه خونه تنفروشی گفته که هر وقت اینا اونجان بیزنسشون میره بالا. معلوم میشه که اینا از کجا، این بیزنس اینا از کجا میاد. و خیلی جالبه اینا کسایی که در ملای عام یه حرفی میزنن در شکل خصوصی یه کار دیگه میکنن جنت اسلامی هستن، همیشه اینطوری بودن. در اوقات رمضان هم همینطوره، اینا یخشون رو گرفتن که اینا داشتن غذا میخوردن اونجا در حالی که تو ایران چیکار میکنن؟ مردم شلاق میزنن. دقیقاً. یعنی این دوگانگی واقعا خیلی واضحه. اینا همیشه میان سرکوب میکنن، اذیت میکنن، آزار میکنن، ولی برای خودشون یه قوانین دیگه دارن. به هر حال یادمون نره که در حالی که اینا دارن روزخاری میکنن تو خود ایران صدها نفر، الان فکر کنم آمارش خیلی وسیع‌تر از صدها نفر شده، چون هر هفته شنیدیم 500 نفر توی یه شهر، چند صد نفر تو شهرهای دیگه دارن بازداشت و اذیت و آزار میشن. سوال این هفته از یکی از بینندگانمونه به اسم کاماله سوسیالیستی و چند سوال ازمون پرسیده، یکیشو تو این برنامه پاسخ میدیم و اینه که اصولا نگاه به رابطه جنسی و برابر زن و مرد را چگونه میتوان از نگاه سنتی و مذهبی جدا کرد؟ به یه شکلی نمیشه جدا کرد، در این حال باید جدا کرد، به خاطر اینکه نگاه در واقع غیر انسانی به روابط جنسی همیشه آغشته است به مذهب. مذهب جوهرشه و روابط عقب مونده و عقاید عقب مونده. در این حال برای یک رابطه سالم باید اینا رو جدا کرد، ولی این پیچیدگی های متفاوتی رو داره. دقیقا جدا کرد و خب بالاخره توی خیلی بخش های مختلفی باید این کار رو کرد، یعنی چه توی بخش قانون، خب قانون خیلی مهمه برای تغییر و بهبود وضعیت زنان، رابطه جنسی و برابری زن و مرد و در ضمن در رابطه اجتماعی، خانوادگی و غیره. و خب اعتراض یه بخش مهمی از اونه، اعتراضی که توی غرب هم برای مثال ما دیدیم توی جنبش رهایی جنسی توی دهه 60 و 70. درسته اون لایه هاش یکیش مسئله فرهنگیه و این مهمه که هر چقدر قانون تاثیر زیادی البته روی این قضیه داره و سازمان های اعتراض بر علیه سازمان هایی که این روابط عقب موندن رو باز تولید میکنن. سازمان اعتراض به طور دائم یه دعوایی که توی هر جامعه هست و این یکی از اون نقطه جوش این دعواست و یه جنگی در جریانه و باید این ادامه پیدا کنه. و بخشی از اینم مثلا اعتراض اوریانه، فرض کن اعتراض اوریان برای اینکه حق زن برای اینکه بدن انسان و در واقع بدن زن یه چیز شرم‌آوری نیست، طبیعیه و در واقع باید برای حکومت کردن بهش لازمه که جامعه این رو بپذیره. دقیقاً اعتراض اوریان تا اعتراض برای ورود زنان توی باشگاه‌ها و فوتبال، مراسم‌های فوتبال و حتی حق طلاق و سرپرستی کودکان، همه اینا نقش و یه بخشی از این مبارزه هستن. به هر حال به انتهای برنامه‌مون رسیدیم، امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. تا هفته آینده، هفته خیلی خوبی داشته باشین. Goodbye.
Hi, I'm Mariam Nawazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.